بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، با یکی دیگه از برنامه‌های نقد و بررسی جریان شگیری صهیونیسم در خدمت شما بینندگان عزیز شبکه نصر هستیم. جلسات قبل در مورد عهد الهی صحبت کردیم که خدا با نوح، ابراهیم و اسحاق بست، بعد از اون گفتیم با بنی اسرائیل بست و صحبت کردیم، دلیل آوردیم از کتاب مقدس، از قرآن و بقیه اسناد که اینها عهد رو شکستند. در سفر لاویان بابش 26 14 به بعد، آیه 14 به بعد میگه اگر به من گوش ندهید و مرا اطاعت نکنید و قوانین مرا رد کنید و عهدی را که با شما بستم بشکنید، آنگاه شما را تنبیه خواهم کرد، من بر ضد شما برخواهم خواست و شما در برابر دشمنانتان پا به فرار خواهید گذاشت، کسانی که از شما نفرت دارند بر شما حکومت خواهند کرد. این وعده الهی به بنی اسرائیل بود که اگر عهد رو بشکنید این بلاها رو سرتون میارم، و بنی اسرائیل هم دقیقاً همین کارها رو کردند، یعنی عهد الهی رو شکستند. ارمیای نبی باب 11 آیه 1 تا 11، خداوند به من فرمود اهالی یهودا و اورشلیم علیه من طغیان کردند، آنها به گناهان پدرانشان بازگشتند و از اطاعت من سر باز می‌زنند، ایشان به سوی بت پرستی رفتند، یعنی یکتا پرستی رو گذاشتند کنار. هم اهالی یهودا سرزمین جنوبی و هم اسرائیل سرزمین شمالی عهدی را که با پدرانشان بسته بودم شکستند. از این واضح‌تر ما دیگه یک سندی می‌خوایم چی داشته باشیم که عهد رو چیکار کردن بنی اسرائیل؟ شکستند. پس چنان بلایی بر ایشان خواهم فرستاد که نتوانن جان سالم به در ببرند. خیلی جالبه. حالا می‌خوایم ببینیم که بنی اسرائیل که عهد رو شکستند، بعد از او عهد با که بسته شد؟ آخرین پیامبر بنی اسرائیل فردیست به نام عیسی، جیسوس. ایشون از بنی اسرائیل، نسبش هم از بنی اسرائیل. خب چه ایرادی داره؟ خوبه، منتظرش بودن. ماشیح بن دیوید، مسیح، ماسیح، مسیح بن ابن پسر، سان آر دیوید، داوود. اما میبینید مسیح از یک زن به دنیا میاد به نام مریم، مریم مقدس، و خدا معجزه‌وار او رو به دنیا میاره. مریم خودش از نسل حضرت داووده، هیچ بحثی نداریم، وعده الهی کاملا محقق شده، ما این رو قبول داریم. حتی در کتاب مقدس رسما ما آیاتی داریم که اشاره میکنه که خدمت شما عرض بکنم، اگر اشتباه نکنم در زبور شاید داووده یا کتاب دانیال نبیه، اگر پیدا بکنم اینجا در پرینت هایی که گرفتم هستش، اشاره میکنه که او ظهور میکنه و روح خدا در او قرار خواهد گرفت. حالا اگر پیدا کردم خدمتتون عرض میکنم که روح خدا در او قرار خواهد گرفت، میدونیم که ما به حضرت مسیح میگیم روح الله و روح خدا در او قرار گرفته. این تایید میکنه، قرآن همین رو تایید کرده، هیچ بحثی نداره، بنده خودم هم میپذیرم حضرت مسیح از پیامبران الهی است که خدا او رو برای هدایت بنی اسرائیل فرستاد. منتها بنی اسرائیل خیلی از راه بدر شده بودند، چون خیلی از راه بدر شده بودند راه رو گم کردند، و وقتی حضرت عیسی بر اونها ظهور کرد و خواست اونها رو به سمت حقیقت ببره، چون خیلی دین رو تغییر داده بودند نتونستن بپذیرن. بله، اشعیای نبی فصل 11 بندهای 1 تا 10، و نهالی از تنه یسی بیرون آمده. طبق کتاب قاموس کتاب مقدس مستر جیمز هاکس توی اونجا میگه که یسی از معانی به معنی قوی و قدرتمند از نامهای پدر حضرت داوود بوده. و نهالی از تنه یسی بیرون آمده، شاخه‌ای از ریشه هایش خواهد شکفت و روح خدا بر او قرار خواهد گرفت. مسکینان را به عدالت داروری خواهد کرد و به جهت مظلومان زمین به راستی حکم خواهد نمود. و این اشاره شد که حضرت مسیح خواهد آمد. ماشیح، مسیح بن دیوید، ابن داوود هم هست، از نسل حضرت داووده. منتها بنی اسرائیل منتظر بودن رسما نام پدرش داوود باشه، با اینکه میدونستن او کسی است که میخواد بیاد پادشاهی داوود رو دوباره برگردونه، مسیحی بنی اسرائیل رو به راه راست هدایت بکنه. اما ظاهرا بنی اسرائیل نمیتونست این همه تغییرات رو بپذیره. چرا؟ چون حضرت مسیح فرامینی رو آورد که مورد باب یهودیان نبود. حضرت مسیح پیامبر مهر و محبت بود. جالبه، در قرآن شاید بیش از هر کتاب دیگری به مسیح احترام گذاشته شده. من وقتی قرآن رو مطالعه می‌کردم و اون رو قیاس می‌کردم با انجیل، احترامی که به حضرت مریم و مسیح گذاشته شده بسیار بسیار بیشتر از انجیله، خیلی بیشتره. یک سری معجزات برای عیسی در صحبت شده در قرآن که تو انجیل هم ما نمونش رو نداریم. به هر حال عیسی اومد گفت زنا نکنید. چرا زنا می‌کنید؟ عیسی اومد گفت نزول نگیرید انقدر. عیسی گفت انقدر آدم نکشید. اما اینها خوب متوجه جریان نشدن. چیکار کردن؟
شما فرض بکنید توی اتوبان دارید راه میرید، توی آزاد راه، بعد کنار راننده نشستید، راننده خوابش گرفته، فرمون به سمت چپ رفته و شما دارید میخورید به گارد، چه اتفاقی میفته؟ آیا شما راننده رو بیدار میکنید و بهش میگید که ای بلند شد ما داریم میخوریم به گارد؟ نه، فرصت ندارید، خودتون دستتون رو میبرید و فرمون یه خورده به سمت راست میچرخونید. سوال دیگه هم اینه، آیا کلن با سمت راست رانندگی کردن فکر خوبیه؟ کلن سمت راست رانندگی کنیم؟ میگید نه، چون میخوریم به گارد سمت راست. نکته درست همینجاست. یعنی چی؟ مسیح اومد گفت شما چی کار دارید میکنید؟ چرا انقدر زنا میکنید؟ یه خورده بیاید این طرف. اینها متوجه نشدن، مثل کسی که میخواد از این طرف پشت بام نیفته، انقدر میاد عقب که از این ور پشت بام میفته. گفتن مسیح گفته کلا میل جنسی نباید داشته باشی، میل جنسی بده، ازدواج کلا نباید بذاری. میگن نه کردن ازدواج، همین کاری که کشیش ها انجام میدن، ازدواج نمیکنن، عوضش همجنس بازی میکنن. اخبار دنیا رو ببینید. نه، باید معقول باشید، خیلی سمت راستن برید اشتباهه، باید اعتدال داشته باشید، راه وسط رو برید. عیسی گفت چرا انقدر آدم میکشید؟ گفتن عیسی گفته که اگر زدن تو گوشت این طرفو بگیر. این حرف خیلی احمقانه است به نظر من. اگر یه نفر زد تو گوش شما، معادلش باید بزنید تو گوش او. اگر یک نفر پدر شما رو کشت، خونش رو ریخت، شما حق دارید که خون او رو بریزید، چون اگر اینطوری نباشه اصلا جامعه بشری ادامه پیدا نمیکنه. فرض بکنید یه نفر رو ما حکم این بذاریم هر کس قتل انجام داد ما یک سال او رو بندازیم زندان، یک سال. بعد شما خیلی عصبی هستید، یه دشمن خیلی بدی هم دارید، با خودتون میگی بذارید اینو بکشم، یه سال زندانش هم میرم. قطعا این حرف حضرت مسیح نبوده، اینا تحریفه، چون عقلانی نیستش. پیامبری که با خودش عقل نیاره من اون رو نمیپذیرم، حداقل من اینجوریام، شما رو نمیدونم. نکته دیگه، موارد دیگر هم همینطور بود. میگفت چرا این کارو میکنید؟ اونها از این طرف میافتادن. اما در این میان برخی شیطنت کردند، برخی شیطنت کردن و ماجرا اینجا جالب میشه. نکته جالبیه، فکر کنم نشنیده باشید. هرچه از نوکیشان کشتن فایده نداشت. علاقه پیدا کرده بودن به این پیامبر مهر و محبت حضرت مسیح، به دینش میرفتند، به این پیامبر معقول، پیامبری که در انجیل متی میبینید چطور فریسی ها رو مورد خطاب قرار میده، میرفتن به سمتش. یهود هر چه سعی کرد اینها رو بکشه، خاخام ها هر چی می‌خواستن بکشن این نوکیشان رو، فایده نداشت. با امپراتوری روم برنامه‌ریزی کردن با فایده نداره. از یه روش کهن و قدیمی خودشون استفاده کردن، روشی که در کتاب استر، از کتاب مقدس اینو یاد دادن، نفوذی. فردی به اسم شاول که استاد یهودی مسیحی کشی بود، فرستادن که بیاد چیکار بکنه، نفوذ بکنه در میان مسیحیان و جریان رو بپوچه. شاول اومد، اسم خودش رو عوض کرد، گذاشت پول و به یونانی پولس، پولس معروف، بله پولس قدیس. این جاسوس یهوده. دلایل مختلف وجود داره، حالا اگر فرصت بکنیم تو همین جلسه میگم خدمتتون، هرچند برنامه ما موضوعش پولس نیست، اما من یه سری دلیل براتون میارم. بحث چی شد؟ وقتی پولس ورود پیدا کرد، گفت من مسیح رو بین زمین و آسمان دیدم، یا در خواب دیدم یا در مکاشفه دیدم، که من امر کرده دیگه انقدر پیروان منو نکش. منم گفتم باشه دیگه این کارو نمی‌کنم. مسیحا هم خوشحال بودن، یکی از بزرگترین دشمنانشون مسیحی شده، یک افتخار بزرگ برای خودشون میدونستن، غافل از اینکه یک فتنه است، یک دروغ بود. پولس اومد، حالا باید یه کاری میکرد که این مسیحی‌ها اون قوم برگزیده نباشند که عهد الهی با آنها بسته شده. چیکار باید میکرد؟ یه راهکار شما پیشنهاد بدید، یه کاری بکنیم. ما بنی اسرائیل مطمئنیم که عهد الهی رو شکستیم، بیایم یه کاری کنیم، این کسایی که الان کاندیدا شدن و ممکنه خدا بهشون عنایت کنه، عهد الهی رو به اونها بده، یه کاری بکنیم که اینها اونها نباشن. چیکار میتونیم بکنیم؟ پولس این راهو خوب تشخیص داد. رساله پولس به رومیان، باب 2 آیات 21 تا 29. پس ای کسی که دیگران را تعلیم میدهی، چرا خود را نمی آموزی؟ و وعظ میکنی که دزدی نباید کرد، آیا خود دزدی میکنی؟ و از زنا کردن نهی میکنی، آیا خود زانی نیستی؟ و از بت‌ها نفرت داری، آیا خود معبدها را غارت نمیکنی؟ و به شریعت فخر میکنی، آیا به تجاوز از شریعت خدا را اهانت نمیکنی؟ میگه چرا کسی که مردم رو به دین فرا میخونی خودت اون کارا رو اجرا نمیکنی؟ این خیلی حرف خوبیه، حرف صحیحه، منم قبول دارم. نکته خدمت شما عرض بکنم، پیامبر اسلام روزی زنی پیشش رفت و گفتش که به کودکم بگو انقدر خورما نخوره، براش مشکل به وجود آمده. پیامبر گفت امروز نمیتونم بگم، بگید فردا بیاد.
زن دلیل رو جویا شد و پیامبر گفت فردا بیاید. پاسخ نداد. فردا که زن با بچه اومدن، بعد از نماز به کودک گفت خرما نخور پسرم. و زن پرسید چرا دیروز نگفتید؟ پیامبر گفت چون خودم دیروز خرما خورده بودم. چون خودم خرما خورده بودم نمیتونستم کاری که خودم انجام دادم بگم کسی دیگه نکنه. و امروز کلن خرما نخوردم که بتونم به این کودک نصیحت بکنم. حرف پولس تا اینجا صحیح و منطقی، بنده میپذیرم. ماجرا از جای دیگه شروع میشه در ادامه. زیرا که به سبب شما در میان امتها اسم خدا را کفر میگویند، چنان که مکتوب است، زیرا ختنه سودمند است. اوه، به یک باره میره سراغ بحث ختنه آقای پولس. چه اتفاقی افتاده؟ چقدر ختنه مهمه ما خبر نداریم. زیرا ختنه سودمند است هرگاه به شریعت عمل نمایی، اما اگر از شریعت تجاوز نمایی، ختنه کردن تو نامختونی است. پولس گفت ختنه کردن هرچند نشان دینداریه، اما آیا کسی که ختنه میکنه اما دین نداره ما بگیم دیندار بهش؟ یک کسی که ختنه نیست آداب دین رو اجرا میکنه ما بگیم بیدین؟ چه نکته ای اتفاق افتاد؟ پس اگر نامختونی، کسی که ختنه نکرده، احکام شریعت را نگاه دارد، آیا نامختونی او ختنه شمرده نمی شود؟ و نامختونی طبیعی هرگاه شریعت را به جا آورد حکم خواهد کرد بر تو که با وجود کتب و ختنه از شریعت تجاوز میکنی؟ زیرا آن که در ظاهر است یهودی نیست و آن چه در ظاهر در جسم است ختنه نیست. گوش کنید، دقت کنید، نکته جالب اینجاست. بلکه یهودی آن است که در باطن ختنه باشد و ختنه آن که قلبی باشد، نه در روح نه در حرف. پولس اومد گفت اصلا کی گفته ختنه نماد دینه، دلیل دینه؟ شما نمیخواد ختنه کنید اما دین رو چیکار بکنید؟ حفظ بکنید. نمیدونم متوجه این نکته شدید یا نه. برمیگردم به کتاب پیدایش باب 16 آیه 9 تا 14. آخرش چی گفت؟ از خدا به ابراهیم گفت آن کس از قوم خود منقطع شود زیرا که عهد مرا شکسته است. چه کسی؟ آن کس که ختنه نکند. تورات میگه آن کس که ختنه نکند عهد الهی رو شکسته است. اینها یک نفوذی فرستادن به اسم پولس، آمد گفت نیازی نیست ختنه کنید، دلتون پاک باشه. همین که تو دلتون خوب باشه لزومی نداره ظاهر رو رعایت بکن. این لیوان آب رو ببینید، ما به این میگیم لیوان آب. اگر تو شیر بود میگفتیم لیوان شیر، اگر عسل بود میگفتیم لیوان عسل. معذرت میخوام از شما، اما اگر توش ادرار بود میگفتیم لیوان ادرار. چون مهم اونی که اینو اینجا مهم کرده الان پیش ماست، این شیشه نیست، آب توشه. به من بگید بالا سر لپتاپ بنده این آب رو چی نگه داشته؟ فرم. محتوا رو فرم نگه داشته، محتوا رو شکل نگه داشته. اگر این فرم نبود چه اتفاقی میافتاد؟ هیچی، به درد من نمیخورد، لپتاپ من میسوخت. یعنی چی؟ نکته اینجاست، دین محتواش مهمه اما فرم احکام دینی محتوای دین رو حفظ میکنه. وگرنه همین بلایی که پولس سر مسیحیت آورد سر تمام ادیان الهی میاد. این نکته رو باید دقت میکردید. کاری که آقای پولس کرد این بود، آمد گفتش که چون میدانست این بحث هست، اومد گفت نمیخواد زیاد به فرم دین زیاد دقت بکنید، اینا حذفش کنید، مهم نیست، ختنه نمیخواد بکنید. و چه اتفاقی افتاد؟ زمانی که یهودی ها میخواستن برن مسیحی بشن، بهشون میگفتن مسیحی نشید، این دین انحرافیست. چرا انحرافیست؟ چون مسیحی ها ختنه نمیکنن و طبق آیه تورات، حدس بزنید، کسی که ختنه نکنه عهد الهی را شکسته است. یک نکته جالب، و ما میدونیم مسیحیان عهد قدیم رو قبول دارن، یعنی خود تورات رو باید یک مسیحی مؤمن قبول داشته بشه. امروز یک مسیحی مؤمن توی پارادوکس خیلی جدی به سر میبره. از یک طرف یک آیه تورات رو نقض کرده چون ختنه نیست، و از طرف دیگه بنابر کتاب قدیس پولس باید ختنه نکند. عجب پارادوکسی، مشکلاتی که وجود داره، دست تحریف کرده. نکته جالب به شما بگم، در میان امامان مسلمانان و امامان شیعه موارد متعدد نام پولس به عنوان تحریفگر آمده. به عنوان نمونه در کتاب خصال از نویسنده شیخ صدوق که از بزرگان و علمای شیعه هستش، یکی از شاخه های اسلام، خدمت شما عرض بکنم در آنجا آمده که جلد 2 صفحه 101، مردی از امام ششم، اگر خاطرتون باشه از 12 رهبر صحبت کردیم در تورات
که از فرزندان اسماعیل به دنیا میان. نکته جالب اینه که بدانید دقیقاً این 12 رهبر رو شیعیان دارن، یعنی در کل دنیا در کل مذاهب شیعه هست که این 12 رهبر رو داره. و جالب بدونید این 12 رهبر یا 12 امام همه از نسل اسماعیلن. امام ششم، امام صادق، مردی از اصحاب امام ششم میگوید از آن حضرت شنیدم 7 نفر رو در آن دنیا ویژه عذاب میکنند. وقتی نام این 7 نفر رو میبره نام پولیس هم میاره. خیلی جالبه، برای ما خیلی جالب بود که نام پولیس هم در این میان آورده شده. پس بنی اسرائیل چیکار کرد؟ مثل کسیه که توی مسابقه دو یک لاک‌پشت با یک خرگوش مسابقه گذاشته، خرگوش خیلی سریع‌تر داره به خط پایان میرسه، این نمیتونه سرعتش رو زیاد کنه، راهکار میدونه چیه؟ پای خرگوش رو بشکنه. یهود دید علاقه نداره عهد الهی رو نگه داره، عهد الهی سخت نگه داشتنش، باید زنا نکنه، باید نزول نگیره، باید قتل عام انجام نده، فلذا چیکار کرد؟ برای اینکه مسیحی ها اون خرگوشه نباشن که خط پایان رو فتح میکنن، پای خرگوش رو هم شکست و مسیحی ها رو هم رو از دور خارج کردن. جالبه بدونید بحث سه خدایی کردن و اینکه پدر پسر روح القدس رو همین آقای پولس بنیانگذارانش وارد میکنه. بعد یهودی ها میگفتن ببینید اینا یکتا پرست نیستن، در تورات آمده یکتا پرستی کنید، فقط خدای یکتا رو بپرستید. و متاسفانه یهودی ها به این سمت رفتن که مسیحی ها رو هم از دور خارج بکنن تا بتونن خودشون همچنان دردانه بشریت و قوم برگزیده و چوزن پیپل باقی بمانند. اما متاسفانه اینا غافل از این بودند که خدا بر جای دیگر برای عهد خودش یک امانتی رو قایم کرده. کجا؟ آنجا که در تورات ازش یاد شده. اگر مایل هستید این مطلب رو بدونید، برنامه بعدی ما رو ببینید. خدا یار نگهدارتون باشه.